امضای برجام یعنی پیام به لیدر ریستارت، یعنی من گزینه راه ندارم، بعد گزینه ها رو برای کشتار 50-60 هزار تا و از اون طرف هم میلیون ها ایرانی توسط انگلیسی ها و فرانسوی ها کشته میشن و کارش هم نمیشه. پس یک بار مرور میکنیم از اول برجامی که میخواین امضا کنید. ممکنه بگید که ممکنه که پرزیدنت ترامپ بیاد بالا در انتخابات بعدی آمریکا، و من واسه که بدونید که میدونم، همین فقط برای اینکه بدونید که میدونم، بله ممکنه پرزیدنت ترامپ بیاد بالا. اگر پرزیدنت ترامپ نیاد بالا یا بخوان کاری کنن، هنوز مایک پامپئو هست، ایوانکا ترامپ هست، دو چرا این برنامه رفتم؟ برای اینکه فردا ایرانی ها که دارن تو خیابون کشته میشن، به زن بچه‌شون تجاوز میشه، قتل عام میشن، فردا نگم او حسنی میگفتیم ما شاید یه فکری میکردیم، قبلش گفتیم طبق مثالای قبل که گفتیم دیگه، به ترکیه گفتیم شد، قضیه روسیه شد، چینیا شد، هر چی گفتیم شد دیگه. برای خاطر پس اینم توضیح میدیم، قبلش داریم میگیم که فردا ایرانی ها بگن آقا اپوزیسیون حساب ما هشدار داد، هشدار رو به عنوان یک لیدر یک اپوزیسیون میلیونی به ما داد. سه، امضای برجام اگر فکر میکنید که سکس رو آزاد میکنید، فیلم سکسی پخش میکنید، رضا رضا میکنید، از سازمان امنیتی انگلیس که الان توی صفحات مجازی نشستن شاه میآید شاه میرود، اگر فکر کنید با این بازی یک حرکتی برای تبدیل تولید میکنید که بمونید و اونها بیان، این گزینه جو بایدن، انگلیسی ها، فرانسوی ها و آلمانی ها نیست. اونها دست شما رو کمپلت خوندن، شما با قتل هاشمی رفسنجانی خط قرمز و اطلان کشید روی اونا، اونها منتظر زمانشن فرصت کنن قتل عامتون میکنن. مشکل من این نیست که چه اتفاقی میفته، مشکل که من مراقب مردم کشته نشن، همین میخوام مردم کشته نشن دیگه. به عنوان یک لیدر سیاسی میگم سال 57 4 تا بزغاله دارن حرف بزنن، بنده حالا اومدم حرف بزنم واسه این 4 تا بزغاله، اگر یه آدم حسابی سال 57 اگر بود توضیح میداد خیلی چیزا رو میفهمیدن.